با سلام و درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه و همچنین برنامه رمز پیروزی. از قرن 16 و پس از اون به ویژه بعد از انقلاب فرانسه شرایط به شکلی درآمد که کم کم کلیسا نقش مؤثر و تعیین کننده مانند گذشته در تعیین سیاست های جامعه رو از دست داد و به نوعی جامعه به سوی مدنیت و به اصطلاح ایدئولوژی های جدید و مدرنی شد که در ادامه بر اساس به اصطلاح تعریف های عامی که از اون شد دموکراسی، سکولاریسم، لایسیته و یا لیبرالیسم، همه اینها کمک کرد که تا جامعه مدنی نقش مؤثرتری رو در تعیین سرنوشت خودش داشته باشه. مردم ایران هم با آغاز انقلاب مشروطه تلاش کردند که جامعه سنتی و عقب مانده ایران رو به جامعه پیشرفته این عصر نزدیک بکنن و با قانونمند کردن جامعه شرایط رو برای دخالت در تصمیم گیری از سوی مردم برای تعیین سرنوشت خودشون تعیین و آماده بکنه. اما در سال 57 آیت الله خمینی توانست با بسیج طرفداران خودش و با کمک البته قدرت‌های بزرگ جهانی حکومت رو از نمایندگی کسی که به هر حال مدعی این بود که در جهت مدرنیته و به اصطلاح پیوستن به عصر جدید فعالیت میکنه اون رو از دست این حکومت خارج بکنه و بر اساس باورهای مذهبی خودش حکومت اسلامی رو پیاده کردن و پس از اون سعی کردن با نفوذ در سایر کشورهای منطقه همین حکومت و یا حکومت اسلامی و یا این ایدئولوژی رو در سایر نقاط کشورهای منطقه به نوعی اعمال بکنه. از اون پس به بعد ما شاهد تشکیل گروه های مختلف سیاسی و مذهبی هستیم که هر کدوم اونها هم به نوعی همین ادعا را دارن و در همین روزهای اخیر ما شاهد این هستیم که گروه طالبان در افغانستان توانست با محاصره شهرهای مختلف اختیار و اداره کشور رو به نوعی در افغانستان به دست بگیره. در برنامه امروز دو میهمان داریم که در خصوص همین موضوع باهاشون گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر عمرا استاد علوم اسلامی و جامعه شناسی در دانشگاه استانبول و همچنین در گذشته در دانشگاه اسلام آباد و همچنین آقای مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. با آقای دکتر عمرا سلام میکنم و بهشون خوش آمد میگم به برنامه رمز پیروزی. بنده عرض سلام و ادب دارم هم خدمت شما اعتمادی بزرگوار و هم خدمت مهمان بزرگوارتون استاد نخل احمدی عزیز، در خدمت شما هستم. ممنون میکنم آقای نخل احمدی، خدمت شما سلام میکنم. مدت ها بود مهمان برنامه ما نبودید، خیلی خوش آمدید. سلام عرض میکنم جناب اعتمادی عزیز، خدمت شما و خدمت جناب دکتر عمرا و بینندگان عزیز و سپاسگزارم از اینکه بنده رو لایق دونستین برای مشارکت در این برنامه. اختیار داریم. خب اجازه بدید اولین پرسش با آقای دکتر عمرا در میون بگذارم. جناب دکتر عمرا، برخی از صاحب نظران و کارشناسان سیاسی معتقدن که با آمدن طالبان اوضاع منطقه ممکنه بیشتر متشنج بشه و درگیری های جدیدی پیش بیاد. نظر شما چیست درباره این به اصطلاح نظری؟ من حقیقتش اومدن طالبان رو به فال نیک میگیرم. اون چیزی که در منطقه تشنج رو ایجاد کرده بود در واقع سیاست‌های بی‌رویه و نادرست آمریکا در منطقه بود. وجود آمریکا در منطقه به عنوان یک اشغالگر خارجی تشنجی رو در کل منطقه ایجاد کرد، یعنی وجود آمریکا فقط منحصر به افغانستان نبود. ما آمریکا رو با همه دردسرهاش همونطوری که در افغانستان داشتیم در منطقه عربی هم داشتیم، در
عراق و دخالت‌های آمریکا در سوریه، یعنی مرحله ای رو آمریکا طی کرد، یک مرحله ای که الان داره به اصطلاح هزینه‌اش رو پرداخت میکنه. در کنار حرکت بیرویه آمریکا که هزینه های بسیار سنگینی رو برای آمریکا داشت، ما حرکت آرام چین رو داشتیم و این الان آمریکا به مرحله ای رسیده که میدونه که اشتباهات بسیار سنگینی رو کرده و آیا میتونه این اشتباهات رو جبران بکنه یا نه، این مرحله بعدی سناریوی منطقه است و گمانم آمریکا در این مرحله تا به الان هنوز به اون رشد سیاسی درستی در منطقه دست نیافته. طالبان تونستند آمریکا رو از منطقه خارج بکنند، وجود سیاسی نظامی آمریکا رو از منطقه خارج کنند، اما آمریکا در این چند روز اخیر که گمان می‌رفت یک نوع اتفاقیه امضا شده در دوحه بین آمریکا و طالبان بر این مبنا که آمریکا منطقه رو بدون هزینه بیشتر ترک میکنه، چون که عموما لشکرها و ارتشها وقتی که عقب نشینی میکنند هزینه بیشتری رو پرداخت میکنند و طالبان براشون این فضا رو دادن که محترمانه و بدون خونریزی از منطقه خارج بشن. اما تصورات در اینجا به آب رفت که وقتی دیدیم که اون چی که الان در فرودگاه کابل صورت میگیره که آمریکا و همپیمانانش الان دارن تمام نیروهای کاری و نیروهایی که میتونن در ساختار افغانستان نقشی داشته باشند رو گله گله الان دارند میبرند. الان شما صحنه ای که در به اصطلاح فرودگاه کابل میبینید بیشتر به صحنه های 14 پیش روستاهای خودمون هست که مینیبوس ها میومدن توی دهات، هی مردم رو جمع میکردند، بز و بزغاله و مردم و مرغ و همه رو با هم میبردند که آقا بفرمایید بریم شهر فلان یا شهر علان. الان همین وضعیت رو شما در دقیقاً در کابل دارید میبینید که طی همین چند روز 42,000 نیرو رو از نیروی کاری که میتونست فردای افغانستان رو مدیریت بکنه رو از منطقه کشیدن، در این حالی که در طی 3 سال اخیری که آمریکا دیگه رو به افول میرفت و میدونست که باید منطقه رو ترک بکنه، ما بیش از 1500 نفر از اندیشمندان درجه اول جامعه افغانی رو داشتیم که اینها در طی یک به اصطلاح قتل‌های زنجیره‌ای بر همون منوالی که ما در ایران داشتیم توسط نیروهای همپیمان آمریکا به خصوص ایران در افغانستان ترور شدند. یعنی چی؟ یعنی اینی که آمریکا میدونست که از این منطقه باید بره، اما نمیخواست که این منطقه امنیت خودش رو به دست بیاره و یک نوع استقراری داشته باشه. من بر این باورم که رفتن آمریکا باعث شد که همه همپیمانان آمریکا به خصوص حکومت دست نشانده استعماری آمریکا در منطقه سقوط کرد. 300,000 نیرویی که آمریکا تربیت کرده بود و روش هزینه کرده بود همش از هم پاشید. مهمات زیادی که در اختیار اونها گذاشته بود الان در دست طالبان افتاده و این همه طالبان رو کاندید میکنه که بتونند یک امنیت خوبی رو در افغانستان ایجاد کنند و امنیت افغانستان حتما تأثیر بسیار مثبتی در حرکت انقلابی مردم ایران و منطقه خواهد داشت و این رو من به فال نیک میگیرم. ممنون از شما دکتر عمر. ولی خب به بخش پرسش من برای محبت کردیم، توضیح دادید که برای شما بیشتر معتقدید که امریکاست که عامل تشنج بوده و تا کنون هم با سیاست‌های خودش عملا منطقه رو به آشوب کشیده. این نظریه است که خب بعضی از تحلیلگران سیاسی هم ارائه میکنن، ولی خب نظرات دیگری هم هست. اما اجازه بدید یک ویدیوی خیلی کوتاهی هست در خصوص موضع‌گیری طالبان در ارتباط با جمهوری اسلامی و ایران که یکی از رهبران طالبان در یک جمعی در این خصوص اعلام موضع میکنه، اگرچه هنوز رابطه طالبان با ایران کاملا مشخص نیست به اون معنا و گفته میشه که طالبان دارای جناح‌های مختلفی هم هستن که موازی گوناگونی رو دارن.
اگر ویدیو آماده باشه میتونیم با هم ببینیم و ببینیم که طالبان در رابطه با ایران به خصوص در رابطه با مناطق شرقی کشور ما چه منظوری دارن و چگونه صحبت میکنن. اگر ویدیو حاضر با هم ببینیم. من اطمینان میدم که من بیشتر 50% عملیات خود در داخل ایران و پاکستان شروع میکنم. این انشالله با توکل خدای خود، با توفیق خدای خود، به همت شما مجاهدین انشالله عملیات رو جور میکنم. امکانات برایتان آماده میکنم که باید هر عملیاتتان داخل مشهد و تهران و تایبات و داخل منطقه باشه. به تمام قوم بلوچستان و سیستان اعلام میکنم. امروز خونتان باید مدافعتان امروز شورای عالی مجلس افغانستان است. باید بیدار شوید، به این حرکت خود یک جا کنید، هر جا کسی خود برسانید، بیایید به تمام شهرگاه ایرانی در منطقه سیستان و بلوچستان برای تان میم، ریموت، امکانات، وسایل، تکنیک همه را برای تان میرسانم. برای تمام مجاهدینی که در داخل بلوچستان بلوچ هستند اعلان میکنم که بیایید تا همین مزدورانی که از خون قومها و اقلیتهای مؤمن و مجاهد دنیا استفاده میکنند اینا را به سر جایشان بشانید، ایرانیا را بزنید، پنجابیا را. خب آقای نخت احمدی، برای این سخنان رو شنیدیم و برای خود این صحبت ها به نوعی نگران کننده است که واقعا در ادامه استقرار طالبان در افغانستان چه اتفاقاتی ممکنه در ایران بیفته؟ شما چی فکر میکنید؟ خدمت شما عرض کنم، من اجازه میخوام یک جسارتی بکنم در مورد صحبتهای جناب عمرا، یک چند مطلب رو عرض بکنم. خب موضعی که آقای دکتر دارن تقریبا حالا به جز اون قسمتی که جمهوری اسلامی رو برحال بد می نامن، مابقیش تقریبا همون موازهی هست که نظام جمهوری اسلامی داره. یعنی جمهوری اسلامی هم 40 سال هست که آمریکا رو به عنوان یک دشمن بلا منازع می دونن که هر آنچه مشکل و حالا بدبختی در منطقه خاورمیانه هست زیر سر آمریکا هست. و همچنین اینکه خب به هر حال جمهوری اسلامی هم ادعا میکنه که در خیلی از حوزه ها تونسته آمریکا رو به عقب برانه و خب حالا یک توافق تونسته پیدا بکنه نسبت به آمریکا. و اینکه خب ما در نظر نمیگیریم که خب چه مشکلاتی واقعا در فرهنگ جوامع خاورمیانه وجود داره، چه رابطه‌ای بین حکومت‌های دینی و وضعیتی که ما امروز در خاورمیانه داریم هست، اینکه چه میزان انعطاف در میان حاکمان و گروه‌های دینی و مذهبی در خاورمیانه در طول سال‌های گذشته بوده برای درک همدیگر و برای در واقع ایجاد یک رابطه مسالمت‌آمیز که این مسئله بتونه فضای ایجاد بکنه که حالا کشورهای غربی و آمریکا نتونن از اونها استفاده بکنن. من هم در بخشی از صحبت‌های دکتر با ایشون موافق هستم که کشورهای غربی و آمریکا خب طبیعتاً خیر خاورمیانه و کشورهای منطقه رو نمیخوان. اما اینکه چرا این بسترها وجود داره، چرا این به هر حال فضاها وجود داره که بشه از اونها سوء استفاده کرد و بشه بر روی اون نقاط ضعفی که حالا در جوامع خاورمیانه در میان سیاستمداران وجود داره دست روی اینها گذاشت، اختلافات رو افزایش داد و اساساً چه نوع حاکمیت هایی بیشتر پتانسیل ایجاد اختلاف رو دارن. به نظرم خب به هر حال این بحثی هست که بیشتر میتونه کمک بکنه. یعنی اینکه ما مثلا بفرمایید که 1500 تا از اندیشمندان توسط آمریکا یا جمهوری اسلامی ترور شدن. ببین من به عنوان کسی که خب ترجیح میدم بیشتر با دیتا صحبت بکنم، ما در جمهوری اسلامی هم در ابتدای انقلاب ما میبینیم بحث قطعه‌های زنجیری رو داشتیم، اعدام ها رو داشتیم که خب به هر حال میتونه این هم به هر حال به شکلی سندی باشه در مورد اینکه طالبان هم نمیتونستن در این قضایا بدون در واقع مشارکت باشن. به همون شکلی که ما می‌بینیم در طول سال‌های گذشته طالبان در شهرها، در مناطق به هر حال ساکن هستن، مناطق شهری، افراد بیگناه رو کشتن. یا خب به هر حال تجربه حاکمیت طالبان در 20 سال گذشته و عملکردشون باز در طول این 20 سال که برای اینکه بتونن کسب قدرت بکنن واقعا
از جان مردم بیگناه هم نگذشتن، اینها خب به هر حال به نظرم فکت هایی هست که نمیشه فقط گفت که خب فقط آمریکا و جمهوری اسلامی بودن و طالبان یک گروه کاملا منزهی بوده که حالا به قول آقای مولوی عبدالحمید مجاهدان اسلام هستن و آمدن که اسلام رحمانی رو در افغانستان به حال به قدرت برسونن. خب اینها به نظرم یک سری تناقضاتی داره که بیشتر میشه راجع به اینا صحبت کرد. ممنون جناب نخل احمدی عزیز. جناب دکتر عمر، شما اشاره کردید به نقش امریکا در ایجاد تشنج و درگیری به عنوان عامل اصلی، ولی همون ویدیویی که خدمتتون الان نشون دادیم خب نشون دهنده موضع‌گیری طالبان در رابطه با ایران بود. ضمن که شما خودتونم برای میدونید که مجادلات جدی وجود داره بین گروه های مختلف اسلامی یا مذهب اسلام یا مذاهب گوناگون که به اسلام ربط پیدا میکنه، سوال اینه که با توجه به اینکه ما الان داریم میبینیم گروه های مختلف اسلامی در مقابل هم مینیستن، سفارایی میکنن، با هم دیگه میجنگن، آیا باز فکر میکنید که نقش امریکا بر در ایجاد این تشنج در خاورمیانه نقش اساسی و بنیادی است، یا خود همین گروه ها هستن که به خاطر کسب قدرت سیاسی در مقابل هم قرار میگیرن؟ ببینید، اولا در مورد اون ویدیویی که شما به اصطلاح عرضه داشتید، این یکی از شخصیت های طالبان هست به نام نیازی که چند ماه قبل ترور شد و این رو نمیشه گفت که این سیاست به اصطلاح طالبان در قبال ایران هست. اگر این سیاست طالبان در قبال ایران شناخته شده باشه، چی میتونیم بگیم در وجود طالبان در تهران، نشست طالبان با ایران و رسیدن به یک تفاهماتی در به اصطلاح به هر حال طالبان و ایران هرچه بخوان یا نخواند دو تا همسایه هستند که به حکم جغرافیای منطقه باید همدیگر رو با همدیگه کنار بیان، به خصوص که به هر حال افغانستان عمق استراتژی ایران مشخص شده است، چون که ایران به نیاز به آبهای افغانستان داره و ایران هم عمق استراتژی افغانستان هست که راه ارتباطی افغانستان به آبهای آزاد هست. در نتیجه این دوتا همسایه بخواند یا نخواند باید سر میز مذاکره بشینند و به گونه‌ای با همدیگه کنار بیان. پس اینی که ما بگیم که به اصطلاح همچنین سیاستی رو طالبان میخواد که در منطقه به وجود بیاره، این مقدور نیست. حالا یک شخصی از طالبان همچنین حرفی رو بزنه، ببینید طالبان یک جنبش هست برگرفته از یک مکتب و این مکتب اطیاف مختلفی رو در خود داره. ما از همین طیف طالبان که یک به اصطلاح مذهب حنفی دیوبندی رو مدیریت میکنه یا برگرفته از اون هست، این یک طیف گسترده‌ای هست که کل منطقه افغانستان، پاکستان، هند و مسلمان‌های هند تا بنگلادش و از این ور هم به بلوچستان و خراسان ما وصل میشه، همه این طیف فکری رو دارن. در این طیف فکری ما اطیاف مختلفی داریم که الان از بد و وجود پاکستان در منطقه این طیف در رأس در حکومت وجود داره، حالا در مواردی حکومت داری کرده، در مواردی به اصطلاح حزب مخالف بوده، در یک حکومتی که شبه دموکرات هست. پس این قدرت به اصطلاح مناوره سیاسی در این طیف وجود داره، بله با قدرت زیاد وجود داره و میتونن به اصطلاح در بازی باشند و همونطوری که الان حوادث اخیر افغانستان نشون دهنده این هست. اما متاسفانه ما دچار یک به اصطلاح بحران در عقل منطقه‌ای هستیم. ما در یک کشور دیکتاتوری زندگی میکنیم، در نتیجه حتی دموکرات ما دیکتاتور هست، حتی به اصطلاح سکولار ما با روحیه دیکتاتوری به اصطلاح و دیگر ناپذیری حرف میزنه. این مشکلی هست که به اصطلاح به هر حال در هر جامعه دیکتاتوری به وجود میاد. اینی که به اصطلاح افراد مختلفی یا جهت‌های مختلف اسلامی به جون هم بیفتند و درگیر بشن، این چیز طبیعی است. در همه جوامع بشری که اختلافات سیاسی وجود داره، خب این اختلافات وجود داره، یعنی همه جوامع بشری با همدیگه به صلاح تنش‌هایی رو دارن. اما خب منطقه‌ای مثل افغانستان که صدای گلوله به صلاح حرف میزنه، خب طبیعی است که اینها به صلاح نبردهایی رو با هم داشته باشن. این نبردها همیشه
از اهدافی پشت سرشون هست، چون که جنگ هزینه بردار هست و هزینه ها رو کسی که اهدافی در افغانستان داره، افغانستان از بعد جغرافیش خیلی مهم هست، افغانستان منطقه‌ای هست که در اون آمریکا و روسیه سالیان سال 10 سال با هم جنگیدن، الان در همین میدان چین وجود داره، هند به اصطلاح به نیابت از بریتانیا در اینجا حضور داره، ایران حضور داره، پاکستان حضور داره. این چیز طبیعی است که به اصطلاح ما به اصطلاح شاهد یک نوع درگیری ها و تنش هایی باشیم که اطیاف مختلف یا دولت های مختلف بتونن یا بخوان که منافع خودشون رو در منطقه تأمین بکنن. اما اینی که ما به اصطلاح وجود آمریکا رو منکر بشیم یا تنش هایی که آمریکا به وجود آورده، یعنی آمریکا با همه این نیروش با ناتو اومده بود افغانستان هواخوری، خب آمریکا جنایت هایی که آمریکا در منطقه اجرا کرد، یعنی 20 سال ما در صحنه افغانستان خون و خونریزی داشتیم توسط نیروهای ناتو، بیمارستانها رو ویران کردن، مدارس رو ویران کردن، روستاهای ما در افغانستان داریم که بمب‌های 70 تنی روش انداختن که از جغرافیای منطقه حذف شدن. یعنی جنایت‌هایی که در آمریکا در افغانستان مرتکب شد چیز غیر قابل تصوری هست. اما اون چیزی که در صحنه هست، خب رسانه غربی است که حرف میزنه، رسانه ای هست که آمریکا حرف میزنه، مظلوم ترین فرد در این میدان از بعد رسانه ای خود طالبان هستند. طالبان یک بوق برای حرف زدن یا دفاع از خودشون ندارن. یعنی این عزیزانی که میگن که طالبان آدم کشتند و مظلوم کشتند و فلان کشتند، این همه روایتی هست که از رسانه مثلا معادی طالب گرفته شده. کسی از روی صحنه چیزی رو به اصطلاح نمیتونه ثابت بکنه که به اصطلاح بتونه یه مدرکی باشه. همین اومدن آمریکا به منطقه و کاشتن یک دولت اشغالی، یعنی یک دولت افغانستان یا دولتی که بود که آمریکا آوردش روی صحنه، کسی از روی اینی که به صورت یک دولت استعمارگر در منطقه از حرف نمیزنه. وجود استعماری آمریکا در منطقه زیونده شمرده میشه. چرا؟ چون که صداش صدای دموکراسی هست، صداش صدای به صلاح حقوق بشر هست، در حالی که اینجا نه حقوق بشری بود نه دموکراسی بود و غیر از خون و خونریزی در صحنه چیزی نبود، اما آمریکا بود و رسانه داشت. مگه همین طالب نبود؟ همین جنگی که ما به الان 20 سال هست ملت افغانستان با آمریکا میجنگند، همین ملت 10 سال با روسیه میجنگیدند. چرا در اون 10 سال اینها بودند مجاهد، اینها بودند آزادیخواه، اینها بودند افرادی که از میهن خودشون دفاع میکنند، همین ملت وقتی که اومدن در صف معادی آمریکا قرار گرفتن شدن تروریست؟ پس قضیه اینجاست. اون وقت روسیه رسانه نداشت، روسیه در سیستم روسیه به اصطلاح رسانه حرف اول رو نمیزنه، قشون نظامی حرف اول رو میزنه، در سیستم به اصطلاح اشغالی آمریکا رسانه حرف اول رو میزنه، قشون تابع به اصطلاح رسانه حرکت میکنه. بله، خب اجازه بدید. خب جناب دکتر عمر هنوز معتقدن که نقش آمریکا در ایجاد تشنج و ویرانی در منطقه خاورمیانه از جمله در افغانستان نقش بالایی بوده. ویدیویی داریم که یکی از افسران ارتش افغانستان در خصوص شرایطی که در افغانستان پیش اومد، اینکه طالبان تونست تسلط پیدا بکنه، اون رو با هم میبینیم. مطابق من پیش از این توضیح رو بدم که اشارات باز جناب دکتر عمر در خصوص اینکه ملت افغانستان 20 سال با آمریکا جنگیدن و همونطور هم که باز خودشون در ابتدای برنامه اشاره کردن، اگر اشتباه نکنم یه رقمی در حدود 40,000 نفر در همین روزهای اخیر سعی کردن که از افغانستان فرار کنن. بیشتر اینها زنان و جوانان افغانستانی هستن که با اومدن طالبان دچار نوعی وحشت شدن و خاک کشورشون رو دارن ترک میکنن، به کشورهای همسایه و مجاور خودشون پناه بردن و در صحنه‌هایی که در فرودگاه کابل دیدیم که حتی به چرخ هواپیمای ارتشی که متعلق به امریکایی بود آویزان شدن تا بتونن از افغانستان فرار بکنن. اما در مورد این صحبت‌هایی که این افسر ارتش ملی افغانستان در خصوص طالبان و همچنین نقش امریکا در رابطه با اینکه چگونه تعلل اونها باعث شد که طالبان
به قدرت برسند رو با هم میبینیم. امیدوارم این ویدیو آماده بشه که بعد دربارش صحبت خواهیم کرد. ملت های غربی و کشورهایشان نه، اینا 20 سال با ما وظیفه انجام دادن. استادای ما امریکایی بودن، استرالیا بودن ما را درس دادن، انگلیس ها بودن درس دادن، شانه به شانه شعار ما بود و مشترک با اینا ما وظیفه انجام دادن. بحثی بود که طالب تروریست است و با طالب باید بجنگیم و ما 20 سال با اینا جنگیدیم، در کنار ما اینا کشته دادن، کمکشان کردیم و زخمیشان به شانه بالا کردیم و مشترک جنگیدیم. مگم رفتن با اینمی تروریست ها معامله کردن، مذاکره کردن، اینا را مشروعیت دادن و دوباره به سرنوشت مردم ما حاکم ساختن. آل دوستای غربی ما چی میگن؟ میگن اردوی افغانستان باید بجنگه. چرا نمی جنگه؟ سوال ما از اینایی است، شما با 40 کشور، با بزرگترین نیروی نظامی جهان، با این وحشیان جنگ نتانسته، زمینه را مساعد ساخته، سرنوشت افغانستان را به دست از اینا داده. مایه که یک چاردان سلاح و بدر آنویر شما برای ما دادن، ما خود ما زیربنا نداریم و هیچ چیز نداشتیم، چگونه با این گروه اجنبی وحشی بجنگیم؟ و بالاخره دستاورده که برای افغانستان اینا برمغان آوردن چی بوده؟ جز خیانت، جز بدبختی، جز رزالت و جز ویرانی افغانستان و سرنوشت زیر به دست تروریسم دیگه چیزی نبود. فقط خواهش ما از ملت های از ایناست، به دولت های خود فشار بیارن که یک تروریست سبقه سیاسی برش نتن. تروریست تروریست است، در امریکا باشه، در افغانستان باشه، اینا به نام دین زن شلاق میزنن، تعمیر انفجار میتن بدون گپ. یک کسی که کمدین است رو به گلوله میبندن. چگونه اروپایی که به خاره سبز صلح زندگی میکنه، غربی که دم از دموکراسی حقوق بشر میزنه و سرنوشت ما رو به دست از اینا داده؟ خب آقای نخل احمدی، به هر حال ما دیدیم که این یک نظامی افسر احتمالاً ارشد افغانی بود و داره ابراز نگرانی میکنه و به هر حال به نوعی شاید بتونیم بگیم که همونطور که من اشاره کردم، بسیاری از مردمان افغانستان در طی این 20 سال گذشته بنا به گفته خود همین افسر ارتش ملی افغانستان با طالبان جنگیدن و تلاششون این بود که بتونن جامعه دموکراتیک در افغانستان ایجاد بکنن، ولی موفق نشدن. انتقادشون به سیاست‌های آمریکا داره این افسر افغانستانی و میگه که ما رو تنها گذاشتن. اما نکته جالبی که در صحبت‌هایش بود که شما با این همه ارتش و تجهیزات نتونستید از به اصطلاح در برابر طالبان مقاومت بکنید، ما رو تنها گذاشتید با یه ارتشی که زیر ساخته درستی نداره و امکانات کاملی نداره، ما چطوری میتونستیم مقاومت بکنیم؟ آیا به نظر شما بیان این واقعیت باز این نگرانی رو به وجود نمیاره که با به قدرت رسیدن طالبان امنیت منطقه به هم بریزه؟ من عذرخواهی میکنم در حد دو دقیقه یک گریز بزنم به صحبت های دکتر. ببینین آقای دکتر میفرمان یک گروهی بر اساس یک مکتب آمدن. من یاد صحبت های دهه 60 آقای خمینی میفتم که ایشون هم صحبت از مکتب اسلامی و تشیع میکردن و بحث ولایت فقیه رو مطرح کردن و آمدن و بر اساس همین بحث ولایت فقیه گفتن که ما میتونیم حکومت اسلامی تشکیل بدیم و خب به هر حال یک سری رویا پردازی هایی هم کردن و بعد از 40 سال ما داریم میبینیم که چه بر سرنوشت مردم ایران آمده. نمیدونم چه تفاوتی ممکنه وجود داشته باشه بین اون مکتبی که آقای خمینی گفت یا اون مکتبی که طالبان به اون اعتقاد دارن. من به لحاظ ارزش اعتقادی نمیگم، به لحاظ اینکه یک مکتب چقدر توانایی حکمرانی داره. شما در ابتدای صحبتتون به درستی فرمودین که در اروپا هم کلیسا برای قرن‌ها تلاش کرد که حکومت مذهبی یا دین رو مسلط بکنه بر سیاست و حکومت‌های دینی داشته باشه و نتوانست، و ما دیدیم بالاخره جامعه اروپا و سیاسیون در اروپا به این نتیجه رسیدن که برای در امان ماندن دین، دین رو بذارن در حوزه خصوصی خودش بماند و سیاست کاره خودش رو بکند. حالا ما هنوز در خاورمیانه هنوز کسانی هستند که معتقد هستند که ظرفیت‌های در اسلام وجود داره که باید از این ظرفیت‌ها برای
حکمرانی استفاده بکنیم. آقای دکتر عمران صحبت از این میکنن که یک جنبش مردمی هست، ولی خب ما به حال در طول سالهای گذشته خب گزارش ها، حرف ها و خبرهای بسیار زیادی وجود داشت که خب به حال ریشه طالبان و اون چیزی که به لحاظ امنیتی و به لحاظ حالا ساپورت امنیتی و تجهیزاتی هست تا در پاکستان هست و نیروهای امنیتی پاکستان هستند که به حال تعلیم میدن این افراد رو. و خب به حال و چندین بار هم در دولت‌های گذشته در افغانستان صحبت از این بود که تا وقتی که افغانستان نتونست پاکستان به یک نتیجه‌ای برسه و به یک مذاکرات به حال صلحی برسه، بحث طالبان مفعول خواهد بود. صحبت از این میکنن که خب آمریکا تنها مسئله هست و خب در این حال اشاره هم حد کردن که چین در حال پیشروی آرام هست. باز من یاد صحبت‌های آقای خامنه‌ای میافتم، فکر می‌کنم در 22 بهمن سال گذشته بود که ایشون صحبت از این کردن که چین و روسیه و شرق متحدان امن‌تری هستند برای ما و ما بهتر است به جای اینکه به امپریالیست به قد دل ببندیم بیاییم و با کسانی که در شرق یا قدرت‌های شرقی وارد مراوده بشیم و اونها هستن که میتونن صلاح ما رو ببینن. ما حداقل در بحث کرونا به عینه دیدیم که خوش عهدی چین و روسیه در رابطه با بحث واکسن چی هست. خب اینها به هر حال یک نگاه به نظر من تطهیر کننده هست، اینکه ما بخوایم بیایم بگیم که حالا مثلا اگر تجربه یک حکومت مکتبی یا مذهبی در جمهوری اسلامی ناموفق بوده به دلیل این بوده که اونها مثلا اهل تشیع بودن یا اسلام واقعی نبودن، اما اسلام واقعی در واقع در گفته ها و در ذهن کسانی هست که الان در افغانستان هستن و قطعا اونها می توانن یک حکومت درستی یا یک حکومتی بر اساس عدل و بر اساس قواعد امروز قرن بیستم بخوان اجرا بکنن. شما الان شاهد هستین که چند روز از ورود طالبان به کابل گذشته هنوز مشخص نیست وضعیت حاکمیت چی هست. اینها صحبت از این میکنن که ما قرار هست یک شورای علما باشه، این شورای علما به حال تصمیم گیری خواهد کرد و خب این که هنوز ما ترکیب مشخص نیست، بسیاری از مواضع اینا هنوز مشخص نیست. من دیشب در کلاب‌هاوس سخنگوی طالبان آمد در مورد اینکه آقا بحث زنان در افغانستان چه خواهد شد، ایشون گفت که ما هنوز مشخص نیست که آیا مثلا زنان می توانن تحصیل بکنن یا در محل کار به چه شکل خواهد بود، باید شورای علما تصمیم بگیرد. شرایط مثلا فرض بکنیم که فعالیت زنان چه خواهد بود، وضعیت حقوق اقلیت ها به چه شکل خواهد بود، آزادی بیان، آزادی ادیان، اینها به چه شکل خواهد بود. ببینیم به هر حال جناب اعتمادی، هر حکومت ایدئولوژی بر مبنای دین، این میخواد یک دین مسیحی باشد، یهودی باشد، هر دین یا هر مذهبی باشد، وقتی بر اساس دین یک دین و مذهب مشخصی هست، شهروندان و کسانی که معتقد به اون دین و مذهب و اعتقاد هستند، اونها در اولویت هستند برای اینکه شهروند درجه یک باشد. تاریخ متأسفانه این رو نشون داده. کسانی که صحبت از این میکنند که نه، اون کسانی که در واقع گروه هایی که ما روی اونها تاکید داریم، اینها تفاوت دارن، به نظرم تاریخ رو خوب ندیدن. به نظرم در واقع همون تعصباتی هست که ما بر روی اعتقاد خودمون داریم و فکر میکنیم اعتقاد ما بهترین اعتقاد هست و بهترین نسخه برای به قول معروف میگن ایجاد یک بستر مناسب هست. به هر حال در هر جایی، در هر کشوری، در هر جامعه در تاریخ دین آمده است، در سیاست دخالت کرده است، اولین لطمه رو دین خورده. چرا؟ چون سیاست یک امر نسبی هست. شما در سیاست نمیتوانید الزاماً بر اساس اخلاق رفتار بکنید. سیاست در خیلی جاها لازم هست که شما بر روی حقوق بشر، بر روی حق، بر روی عدالت چشم پوشی بکنید. حالا زمانی که یک رهبر مستقل برحال غیر دینی هست، میاد یک جنایتی انجام میده، یک کار خلافی انجام میده یا هر کاری انجام میده،
این خطا به اسم اون رهبر و اون شخصیت نوشته میشه. اما وقتی که یک رهبر به اسم دین میاد حکومت میکنه، اون اتفاق ما در ایران دیدیم، به اسم دین حکومت میکنه، اگر جنایتی باشه نمیگن این رهبر جانی بود، میگن این اسلام بود که جنایت کرد. اگر خطایی انجام بده، اگر جنایتی انجام بده، اگر هر کار عمدن یا سهوًا انجام بده، این اول دین هست که مورد پرسش و مورد ذم قرار میگیره و اولین قربانیان در این جوامع و در این کشورها، به جای اینکه شاید عزیزان فکر کنن به جای اینکه به قول معروف میگن مردم باشن و حاکمان باشن، برعکس دین هست. شما اوج یا روند گریز از دین در ایران رو نگاه بکنید، امروز دین به عنوان یک مسئله بسیار بسیار منفی در جامعه ایران داره تلقی میشه. چرا؟ خب جواب ممکن این باشه، خب بله اینها یک دین مثلا غیر اصولی یا یک دین خودساخته آوردن، این اصلا اسلام نیست. اصلا فرقی نمیکنه، شما هر کسی، چون انسان جایز الخطا است، حاکم جایز الخطا است، سیاسیان جایز الخطا هستند، شما زمانی که به عنوان دین حکومت میکنید، دین رو قربانی طمع سیاسی و قدرت طلبی خودش میکنید. متاسفانه این رو به نظرم خیلی ها نمیبینن و چون نمیبینن و خود شاید به هر حال یک نگاه آرمان گرایانه نسبت به اعتقاد دارن، اعتقادات خودشون دارن، ما به کرات میبینیم در کشورهای مختلف این تجربه ها تکرار شده و خب البته هیچ وقت هم به نتیجه نرسید. ممنون جناب نخل احمدی عزیز. جناب دکتر عمر، ببینید نکاتی که جناب نخل احمدی بهش اشاره کردن، صرف نظر از اینکه شما بخواید پاسخی بهش بدید یا نه، اما خودتونم پذیرفتید که در بین مذاهب مختلف دین اسلام مجادلاتی وجود داره بین گرایشات مختلف، ولی هر دوی اونها الان در عرصه مسائل سیاسی به هر حال مدعی تشکیل یک نوع امپراتوری اسلامی در منطقه هستن. حتی آقای اردوغان هم در کشوری مانند ترکیه، او هم در این فکر هست. حالا سوال مشخص من از جناب عالی اینه که گروه طالبان چه هدفی رو دنبال میکنه و برای رسیدن به هدفش، چون شما میدونید که برای اداره هر جامعه‌ای در دنیای امروز ما با در تمام عرصه‌ها مسائل اقتصاد، مسائل علوم مختلف انسانی، مسائل به اصطلاح اداره جامعه، بانکداری، روابط بین‌المللی، باید چارچوب سیاست‌های روشنی داشته باشیم. چارچوب سیاست‌های طالبان برای پاسخگویی به نیازهای مردم افغانستان چیست و هدف اساسیش کدام است؟ ببینید دوستاد اعتمادی عزیز، ما هیچ وقت نمی‌خوایم که از اون چارچوبه‌ای که برای ما گذاشته شده بیایم بیرون و خارج از صندوق فکر کنیم. فکر می‌کنیم که دموکراسی تنها راه حل هست، چون که در بعضی جاها جواب داده و اگر کسی حرف خارج از دموکراسی بزنه ما واکنش بسیار تندی نشون میدیم که این چیزی تو سرش نیست. ببینید طالبان یک، اگر بخواد هم که حکومت اسلامی رو اجرات بکنه، حکومت اسلامی زاییده دیروز طالبان نیست. حکومت اسلامی یک امپراتوری اسلامی رو ما 1300 سال در جهان شاهدش بودیم، با جزرمدهایی که داد، با موفقیتهایی که داشت و شاخصه ای بود از مثلا در تاریخ بشر و تاریخ بهش افتخار میکنه و به دستاوردهاش افتخار میکنه. در هر جایی که مسلمان ها حکومت داشتن، هند، تاریخ هند برگرفته از امجاد هند از به اصطلاح حکومت اسلامی هست، در منطقه خاورمیانه همچنین. پس اینه که ما به اصطلاح با این تنش تند با طالب برخورد بکنیم. طالب اولا در طول وجودش هرگز حکومت نکرده. اون دو سالی هم که ادعا میشه حکومت کرده، طالب یک به اصطلاح جنبش نظامی بوده، برای دستاورد، برای به دست گرفتن حکومت به اصطلاح تلاش میکرده. الان که حکومت در آمریکا با یک، با همه اون ابهتی که داره، با همه اون استقراری داره، با همه اون به اصطلاح ارگانهایی که وجود داره تشکیل میشه یا تغییر پیدا میکنه بعد از هر انتخابات، همه میگن آقا صبر کنید یه 6 ماهی بگذره، عرق اینها خشک بشه تا ببینیم که اینها چند مرده حلاج هستن. هرگز طالب حکومت نکرده و ما قبل از اینی که بیاد برسه، ما الان اون رو زیر ذره‌بین قرار گرفتیم، محاکمش میکنیم، طوری حرف میزنیم که گویا 100 سال در این مملکت حکومت کرده و
از چیزی حرف میزنیم که به اصطلاح اصلا با منطق و عقل جور در نمیاد. شما دارید از یک به اصطلاح فصیل نظامی حرف میزنید. این طالب یک جنبش نظامی هست که اومده به اصطلاح با اون روندی که در جامعه هست یک خشم برگرفته از یک خشم اجتماعی کامل هست. اگر چنین نمی بود، یعنی شما کجای دنیا جنبش نظامی رو سراغ دارید که بیاد شهرهایی رو بدون خونریزی فتح بکنه؟ کابل بدون خونریزی فتح میشه، جلال آباد و نمیدونم هرات و مزار شریف و همه این شهرهای کلان که مخالف سرسخت طالب اونجا وجود داره بدون خونریزی فتح میشه. اینها یک دستاوردهای بزرگ. اگر اینها نیست چه هست؟ اگر این به اصطلاح سرباز میاد، اگر این همین سربازه که شما به اصطلاح کلیپش رو پخش میکردید، اگر این در زمان روسیه میبود، در زمان جنگ اول میبود، میگفتیم آقا یک مزدور روسی هست که ملت افغانی رو میگه اجنبی وحشی و از روسیه دفاع میکنه. اما الان نه، الان چون که منطقه به اصطلاح حرف اول رو آمریکا میزنه، الان همین سرباز به اصطلاح افغانی الان افتخار میکنه که در کنار نیروی خارجی با ملت خودش میجنگید و طالب رو میگه اجنبی وحشی. خب این با کدوم عقل و با کدوم منطق این رو ما میخوایم بسنجیم؟ طالب الان اومده یک حکومت، یک به اصطلاح فصیل نظامی حکومت رو به دست گرفته. فردای افغانستان رو طالب نمیسازه، این وظیفه طالب هم نیست. طالب همچنین ادعایی هم نکرده که فردای افغانستان رو طالب بسازه، طالب بیاد بهداشت رو بسازه، طالب بیاد آموزش رو بسازه، کار طالب نیست. طالب بزرگترین خدمت رو به ملت افغانستان و به کل منطقه کرد که تونست یک به اصطلاح نیروی اشغالگری رو که در منطقه اومده بود با اون همه تاریخ جنایت از منطقه بیرونش بکنه. الان بستر باز هست، الان فضا بازه، طالب داره داد میزنه که بیایید ای ملت افغانستان، بیایید در کنار هم افغانستان رو بسازیم. الان اگر ملت افغانستان کوتاهی کردن، اگر به اصطلاح اون ارگانی که میتونست یک به اصطلاح آموزش رو مدیریت بکنه، اقتصاد مملکت رو مدیریت بکنه، نمیدونم سیاست مملکت رو مدیریت کنه، اون اگر عقب نشینی کرد، این مشکل اون است دیگه. ما الان مثلا ما چی یعنی ایرادی که ما بر روی طالب داریم، ایراد نابخردانه ای است که ما بگیم که آقا طالب چرا شما آمریکا و استعمارگران رو از منطقه فراری دادید؟ یعنی وجود آمریکا در منطقه بهتر بود؟ اگر قرار شما طالب رو بسنجید مثلا با مثلا مفکوره دموکراسی که آمریکا 20 سال در افغانستان خواست اون رو به کرسی بشونه، 300 هزار نیرو آمریکا در افغانستان به اصطلاح تربیت کرد، این همه هزینه کرد، حالا این به اصطلاح افسر افغانی میگه که نمیتونیم در مقابل طالب وایسید. اگر شما 300 هزار نیرو نتونستید در مقابل به اصطلاح طالب وایسید، آمریکا و ناتو نتونستن در مقابل طالب وایسن، این طالب که اجدهای 40 سر نیست، این طالب جزی از بطن جامعه هست، یعنی در واقع این طالب جامعه رو در اختیار داره. حالا این طالب چی هست، چه میخواد بکنه؟ جامعه وقتی که قبولش داره، بر همون مفکوره دموکراسی ما باید بگیم که آقا بذاریم این جامعه یک چیزی رو اشتباهی کرده بیاد قبولش بکنه. و اینی که به اصطلاح آیا طالب دیگه تازه میدان خواهد شد، آیا طالب دیگه کشور رو به ناامنی خواهد کشید؟ اگر طالب چون این کاری رو بکنه، طالب اساسی اون کسی بود که بعد از سقوط روسیه به حکومت نشست. اونا کی بودن؟ مگه همین طالب نبودن؟ اینها همونها به اصطلاح به عنوان حکومت مجاهدین همینا بودن. وقتی که از ارزش‌هاشون پایین اومدن و نتونستن امنیت رو برقرار بکنن، نتونستن خواسته های ملت افغان رو جواب بدن، همون احزاب ریزش کردن و شدن طالب. طالب چی هست؟ شما به اصطلاح این تصوری که در برخی از اذهان هست که طالب یعنی افرادی که از مدارس به اصطلاح حوزه‌های علمی اومدن بیرون، یک به اصطلاح تصور مغلطه آمیزی هست که رسانه‌ای رو درست کرده. ابتدای اونها بله از مدارس به اصطلاح علوم اسلامی اومدن بیرون، بعد از اون که به اینها پیوست، تمام نسل دوم ناراضی از حکومت مجاهدین، همه احزاب جهادی، همه اون نسل دوم به طالب پیوست، همه ملت خشمگین افغان به طالب پیوست، همه افرادی که بچه‌هاشون خانواده‌هاشون کشته شده بودن، همه اونها انتقام جویان از آمریکا به طالب پیوستن. طالب یک جنبشی مردمی است در واقع. ما باید در این مرحله این بعد واقع گرایانه طالب رو بهش آفرین بگیم، چون که این بعد به ما و به ملت ما و به ملت ایران به خصوص این روحیه رو میده
که ملت‌های خشمگین میتونن بدترین قدرت‌ها و قوی‌ترین قدرت‌ها رو واژگون بکنن. اما بعد از این که ما یک به اصطلاح ترس و واهمه ای داریم از فردا، فردا رو حرفش رو بزنیم، فردا بگیم اگر طالب واقعا خیانت کرد به آرمان‌های ملت، اگر طالب نتونست جوابگوی ملت بشه، ملت افغان ملت به اصطلاح غیوری هست، اسلحه به دست داره. خواهید دید از بطن همین طالب نسل بعدی خشمگین همین طالبی که اگر نتونه به اصطلاح آرمان‌هایش رو به ثمر برسونه با این خواهد جنگید. یعنی هنوز جنگ تموم نشده، جنگ وارد یک مرحله دیگر شده، جنگ نظامی وارد یک مرحله سازندگی شده. چالشی که الان جلوی روی طالب هست چالش بسیار سختی هست. اگر طالب نتونه و ملت افغان اگر کوتاهی بکنن در کنار طالب نایستن، بهای خیلی سنگینی رو پرداخت خواهند کرد. ممنون جناب دکتر عمر گرامی. و اما چون به دقیق پایان رسیدیم، در چند دقیقه پایانی هم در اختیار جناب اعتمادی، من یک سوال می‌خواستم از جناب عمر بپرسم. ببینم من باز دارم تأکید می‌کنم سخنگوی طالب، چون وقت نداریم، 3 دقیقه وقت داریم، شما اگه بپرسید من سوال از شما نمیتونم بکنم. اجازه بدید. البته طالب دیروز تاکید کرد هم در شبکه افق و هم در کلاب هاوس که ما قرار هست شریعت رو مبنای کار حکومتداری انجام بدیم، و صحبت از این کرد که ما یک حکومت اسلامی قرار تشکیل بدیم. ما اول در سال 57 شاهد این بودیم که همین حکومت اسلامی در ایران آمد، بسیار حرفای خوبی زد، سالها مردم گفتن آقا تحمل بکنین قرار از خوب بشه، اما همه اینقدر که پایه های این حکومت مستحکم شد، نهادهای امنیتیش تونستن سوار بر جامعه بشن، اسلحه دست آورد، پول دست آورد، دیگر مردم نتونستن در 40 سال گذشته حرفی بزنن و هر کس حرفی زد یا بر سر دار رفت یا ترور شد یا هر چیز دیگری. من باز هم از آقای دکتر سوال میکنم، چرا فکر میکنین حکومتی که بر اساس شریعت اسلام سنی بیاد تفاوت داره بر حکومتی که بر اساس شریعت تشیع بیاد؟ اساسا مگر شریعت اسلام انقدر فرق میکند که یا مداراگر یا غیر مداراگر کرد، یا آدمهای بهتر یا بدتری هستن که کسانی بر قدرت برسن و اونها قرار هست یک کاری بکنن کارستان؟ و بر اساس چه تا تجربه تاریخی شما دارین میگین که 1300 سال پیش ما امپراتوری روم رو هم داشتیم؟ الان از امپراتوری روم چه مانده و همین ایتالیایی که من درش هستم در کجای جهان امروز هست؟ اگر امروز با قواعد امروز و با به حال شرایط امروز شما نتوانید سازگار بشین و همچنان نگاه به 1400 سال پیش بکنین، شما نمیتوانید بر جامعه‌ای که امروز داره لحظه به لحظه تغییر میکند حاکمیت بکنیم و رضایتمندی اونها رو ایجاد بکنیم. چه تفاوتی اگر آقای وقت بود آقای عمر بودن، چه تفاوتی بین شریعت طالبان و شریعت آقای خمینی وجود داشت؟ بسیار ممنون، ولی به پایان وقت برنامه رسیدیم. به هر حال جناب دکتر عمر مطالبی رو مطرح کردن، اینکه بدون خونریزی طالبان اومد، جمهوری اسلامی یعنی خمینی هم بدون خونریزی ایران رو گرفت، یعنی اون تبلیغاتی که در اون زمان شد واقعیت نداشت. و الان هم به هر حال تعدادی در همین درگیری‌هایی که تو شهرهای مختلف انجام گرفته کشته شدن، ولی درسته خونریزی به اون معنا که معمولا صدها هزار نفر یا ده ها هزار نفر کشته خواهند شد صورتی نگرفته تا به حال. اما همونطور که عرض کردم متاسفانه چون به پایان وقت برنامه رسیدیم، اجازه بدید از جناب دکتر عمر تشکر کنم به خاطر شرکتشون در این برنامه و همچنین از جناب نقل احمدی. قطعا در یک نوبت دیگر از شما دو عزیز دعوت میکنیم که در این باره باهاتون گفتگو داشته باشیم. به اتفاق مهمانان امشب برنامه‌مون، تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. شاد و پیروز و سلامت باشید.